با سلام خدمت همراهان کانال نیوز اسپرت ایران، امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. سرخپوشان با کامک به دربی رسیدند پرسپولیس از 4-2 فولاد خوزستان. پرسپولیس در یک بازی هیجان انگیز به بازی برگشت و برد پرگلی را قبل از دربی جشن گرفت. در چارچوب هفته 19 لیگ برتر، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در یک دیدار حساس میزبان فولاد خوزستان بود. دادسرخا با کسب 3 امتیاز مهم به استقبال دربی رفته، اما محرومیت حسین کنعانی اتفاق تلخ این مسابقه برای این مدافع بود و او شهرآورد را از دست داد. این دیدار با توجه به اینکه قبل از دربی پایتخت برگزار می شود، برای پرسپولیس از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لحظات حساس. دقیقه 90، شوت سنگین فرشاد فرجی از پشت محوطه جریمه راهی کرنر شد. دقیقه 83، فرصت عالی برای ایسی در موقعیت تک به تک آل کثیر برای بار دوم در صحنه تک به تک توسط کنت مهار شد. گل برای پرسپولیس دقیقه 74، پرسپولیس 4-2 فولاد، یک بازی جذاب و یک پرسپولیس سرحال. مهدی ترابی در سمت راست صاحب توپ شد. به داخل محوطه جریمه زد و با یک ضربه فنی پای چپ، کریستوفر نت را که تماشاگر ورود توپ به دروازه بود، مغلوب کرد. دقیقه 70، شوت سروش رفیعی از پشت محوطه نفسگیر به بیرون رفت. گل برای پرسپولیس دقیقه 67، پرسپولیس 3-2 فولاد، حسین کنعانی زادگان در غیاب گورگی گولسیانی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت. البته ابتدا ترابی توپ را برداشت، ولی در ادامه توپ را به کنعانی زادگان داد. او ضربه خود را بعد از یک مکس به سمت راست نت زد. دروازه‌بان فولاد مسیر توپ را به درستی تشخیص داد، ولی نتونست مانع ورود توپ به دروازه شود. دقیقه 63، سانتر پرسپولیس با ضربه سر کنعانی همراه شد و با اثر دانیال توپ در آستانه ورود به دروازه توسط مجتبی نجاریان با دست دور شد که داور با مشورت با کمک داور خود خطای هند پنالتی گرفت و نجاریان را اخراج کرد. گل برای پرسپولیس در دقیقه 53، پرسپولیس 2-2 فولاد، دانیال اسماعیلی فر از سمت راست وارد محوطه جریمه شد. بعد از سرتوپ، توپ را در عرض به آل کثیر داد. او هم بعد از یک استپ، ضربه پای راستی زد که وارد دروازه شد و نت فقط توپ را نظاره کرد. دقیقه 48، عبدالکریم حسن با دریبل کولیبالی گل زد، اما داور در تصمیمی مشکوک آفساید اعلام کرد. دقیقه 5 مثبت 45، ضربه امید عالیشاه از روی ضربه ایستگاهی با فاصله کمی به بیرون رفت. دقیقه 2 مثبت 45، مهدی ترابی در محوطه جریمه سرنگون شد، اما داور مسابقه اعتقادی به خطای پنالتی نداشت. دقیقه 1 مثبت 45، بیرانوند میتوانست شاهد به ثمر رسیدن گل سوم فولاد باشد، اما خوش شانس بود که این بار ضربه حریف وارد دروازه نشد. پرسپولیس 1 فولاد 2، دقیقه 41، گل به خودی عبدالکریم حسن، سانتر وحید حیدری از روی ضربه ایستگاهی با ضربه سر رو به عقب فرشاد فرجی در آستانه ورود به دروازه قرار گرفت و عبدالکریم حسن که قصد دفع توپ داشت موفق نشد و گل به خودی زد. گل برای پرسپولیس در دقیقه 35، اورونوف نشان داده یکی از خریدهای فوق‌العاده فوتبال ایران بوده است. او 1-2 زیبایی با ترابی انجام داد و بعد ضربه بغل پایی زد که به دور از دستان کریستوفر نت به گل تساوی پرسپولیس تبدیل شد. دقیقه 30، حرکت عالی و دریبل ترابی در محوطه با شوت خوبش همراه شد که کنت توپ رو راهی کرنر کرد. در شروع مجدد بازیکنان پرسپولیس اعتقاد به خطای هند پنالتی داشتند. دقیقه 25، بیرانوند روز خوبی را پشت سر نمی‌گذارد. او پاس رو به عقبی دریافت کرد و ضربهایی زد که میتوانست نصیب فولادی ها شود. دقیقه 16، امید عالیشاه بعد از 1-2 با آل کثیر شوت محکمی زد که کریستوفر نت توپ را مهار کرد. پرسپولیسی ها در برگشت هم نتیجه‌ای بهتر از 1 کرنر کسب نکردند. دقیقه 15، عبدالکریم حسن توپ را به خوبی از سمت چپ ارسال کرد. توپ از مقابل آل کثیر رد شد و مهدی ترابی در حالی که میتونست دروازه را از داخل محوطه 6 قدم باز کند، توپ را به بیرون زد. گل برای فولاد در دقیقه 10، دقیقه 16، حمله خطرناک پرسپولیس با حرکت خوب آرونوف نفسگیر راهی کرنر شد. در رفته 19، هفته اشتباهات مهلک دروازه بانهاست. یه دریبل عالی، فرصت، یه موقعیت، آل کثیر میزنه ضربه رو به توی دروازه.
توی دروازه. پرسپولیس 2 فولاد 2. رسول فروغی عزیز هم از داوران پیشکسوت ناظر داوری مسابقه هست. ببینیم تو پروفس دادن تقریبا روی نقطه کورنر ضربه رو هم زدن، توپ هم تبدیل به گل شد، مشکلی هم نداره. پاس در عرض عالی و این پاس گل تمام عیار رو قدرش رو خیلی خوب دونست این بار و تبدیل به گل کرد عیسی آل کثیر. بلند میفرستن روی دروازه، سر اول یه موقعیت لبه خط روی تیر دوم داشت اتفاقاتی میافتاد. بله کمکم کمک کرد تا آقای مهدوی نقطه پنالتی رو نشون بده. خطای هند بازیکن فولاد اعلام شده. وحید حیدریه توپ داشت میرفت تو گل. اون طرف هم کریستوفر کنت میزنه ضربه رو، یه مکس میکنه و توی دروازه، توی دروازه. پرسپولیس 3-2. یک بازی جذاب، پرگل، پر افتخیز. بعد از دوباری که عثمان ویرا و شاگرداش عقب افتادن، این بار پرسپولیس جلو میفته. همه هوادارا زن و مرد تو ورزشگاه آزادی خوشحال از پیروزی پرسپولیس تا به اینجای کار. یه پنالتی این مکس باعث نشد که کنت در واقع جا بخوره و گول بخوره، اما یه گل یک شوت در چارچوب از حسین کنعانی زادگان و پیشتاز این مسابقه باشه. حالا سروش رفیع مستقیم به سمت چارچوب، ترابی میبرن به سمت راست زمین. حالا فرصت هست، ببینیم رو پای چپ میزنه. چه گلی هم میزنه بعد از دو بار عقب افتادن در این مسابقه. ضربه پای چپ عالی، در واقع تو دو گلی که در نیمه اول پرسپولیس به اون شکل خاص دریافت کرد باعث شد که شاید پیروزیش در این مسابقه دلچسب‌تر بشه. پرسپولیس همچنان صاحب توپ. آل کثیر میزنه ضربه رو، اما درست جایی که کریستوفر کنت ایستاده. ان شاء الله حالا اگه اتفاقی نیفته ببینیم با این توپ چه کار میکنن. گل پنجم یا در راه یا نه، میزنه و کنت میگیره. این موقعیت تک به تک رو گرفت. یه تحول بزرگم حضور یک بانوی داور ما در اتاق وی ای آر هست. یک حرکت برگشت و ضربه دیگه. فرشاد فرجی میزنه توپ رو و کورنر برای پرسپولیس. در واقع بازی رو پرسپولیس 4-2 به سود خودش به پایان برد.